بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما علاقمندان سرتیفیکیشن PCNSA فایروال پالالتو. خوش آمدین به هشتمین درسی سرتیفیکیشن. در این درس ما شما در موردی صحبت میکنیم که هدف از سیکیوریتی زون چی هست در فایروال های پالالتو، هدف از اینترفیس چی هست و ما شما کدام نوع اینترفیس ها را میتونیم در فایروال های پالالتو داشته باشیم. قسمی که ما شما در درس های قبلی خواندیم، وقتی ما شما فایروال را در یک نتورک تطبیق میکنیم، ما نتورک خود را به چندین بخش یا به چندین سکشن تقسیم بندی میکنیم که هر بخش را ما شما به نام زون یاد میکنیم. ما معمولا فایروال هایی که به می شکل کار میکنن نتورک را به بخش های به گروه ها تقسیم بندی میکنن، اینا فایروال ها را به نام زون بیس فایروالز هم میگن. فایروال های پالالتو هم به شکل زون بیس کار میکنه، به این معنا که ما شما میتونیم تمام نتورک که ما شما در دست داریم به خاطر فراهم نمودن خدمات خود، چه نتورک داخلی ما شما هست، چه دیتا سنتر کمپانی ما شما هست و چه نتورک بیرونی مثل اینترنت هست، این ما شما میتونیم که به گروپ ها یا به بخش ها تقسیم بندی بکنیم. مثلا ما شما میایم یک بخش را ایجاد میکنیم که نتورک داخلی ما شما رو نشان بده، یا وسایلی که توسط کارمندای ما شما استفاده میشه مثل لپتاپ ها یا کامپیوتر های دسکتاپ، و یا هم مثلا کمره های امنیتی و پرینتر ها و دیگه وسایل که داریم. تمام وسایل ما شما وقتی گروه بندی میکنیم، این وسایل ما شما بالایشان کاملا تراست می داشته باشیم. به خاطر از این ما شما بالای از اینا تراست می داشته باشیم که کنترل کاملشان رو داریم. هر نوع سکیوریتی پالیسی رو میتونیم ما شما بالای از اینا وضع بکنیم و هر نوع کنترل رو بالای دیوایس ها معمولا ما شما می داشته باشیم. به اون خاطر ما شما اینا رو یک لاجیکال گروپ ایجاد میکنیم و ایره ما شما به نام زون انساید یاد میکنیم. انساید هدف ما شما می هست که این زون در داخل کمپانی ما شما هست و یک تراستد هست و پرایوت هست. پرایوت به این معنی که تنها کارمندای ما شما به میزون وصل میشه و هیچ کس دیگه نمیتونه دیوایس خود به میزون وصل بکنه. پس یکی از سکشن های بخش های عمده در داخل نتورک ما شما هست. بخش عمده دیگه ای که ما شما میتونیم در داخل نتورک خود داشته باشیم زون DMZ هست. هدف از زون DMZ امو دیمیلیتارایز زون هست، زونی که قرار هست سرویس هایی را ما شما در داخل ازی داشته باشیم که هم کارمندای داخلی ما به قرار از دسترسی پیدا بکنه و هم افرادی از بیرون به این سرویس ها میتونن دسترسی پیدا بکنه. در DMZ زون معمولا هم سرور های کمپانی ما شما قرار می داشته باشه که قرار است از طریق اینترنت اکسس شوه یا ممکن لوکالی اکسس شوه. پس زون DMZ هم زونی است که ما شما کامل سرش تراست نداریم، به خاطر از اینکه خیلی از افراد به از طریق اینترنت هم میتونه به این زون دسترسی پیدا بکنه. مثلا کسای کاستمر کمپانی ما شما هست یا کلابریتورها، کسایی که با کمپانی ما شما همکاری می داشته باشه، اون تعداد افراد هم قرار هست از این سرویس ما شما استفاده بکنه. پس به خاطری که اینجا هم سرورهایی است که ما شما کنترلش داریم و هم از طریق بیرون دسترسی پیدا میکنه، ما سر از این اونقدر زیاد هم اعتماد نداریم، ولی چون یک قسمت کنترل دست ما شما می باشه، پس اعتماد در حد اوسط در ایزون قرار می داشته باشه. و یک سیکشن یا گروپ دیگه را ما شما می داشته باشیم که در این قسمت معمولا اینترنت و CSP ها یا کلاود سرویس پرووایدر ها قرار داره، کسایی که به ما شما خدمات کلاود را می ده، یا امو مثلا امازون هست، AWS هست، مثلا کمپانی مایکروسافت هست، مایکروسافت اجر مثلا، یا هر کلاود سرویس پرووایدر دیگه ای که هست. با اینا ما شما هیچ نوع تراست رو نمی داشته باشیم، چون معمولا اینا پابلیک می باشن و کامل انتراستد هست، هر کسی می تونه به اون نتورک وصل شه و این زون رو معمولا به نام زون اوتساید ما شما یاد می کنیم. پس در فایروال های پالالتو هم وقتی ما شما می خواهیم که نتورک خود را سیکیور بسازیم، اولین اقدامی که ما شما می کنیم این هست که ما نتورک خود می گیریم و به زون ها یا به سکشن ها تقسیم بندی می کنیم که هر سکشن دارای تراست مشخص به خودش می باشن. و به خاطر از اینکه ما شما کنترل بکنیم که مثلا دیوایس ها از کدام زون با کدام زون و از کدام زون با کدام زون دیگه ارتباط برقرار کرده بتونه یا نتونه، ما شما معمولا از سکیوریتی پالیسی های استفاده میکنیم. یعنی هر زون برای خودش یک سکیوریتی پالیسی داره که سکیوریتی پالیسی هم فلو اف دیتا یا جریان انتقال دیتا را در حقیقت مشخص میسازه که اجازه داده شوه فلو یا اجازه داده نشوه. معمولا یا ما شما یک فلو را الاود میکنیم، یا ما شما یک فلو یا یک جریان انتقال دیتا را ما شما دینای میکنیم. بای دیفالت دو تا سکیوریتی پالیسی در فایروال های پالالتو می باشه که یکی به نام انترا زون یاد میشه و دیگه به نام انتر زون یاد میشه. هدف از انترا زون امو فلوی دیتا بین دو دیوایس در عین زون می باشه. مثلا فرض بکنید دیگه ما شما PC شماره 1 را داشته باشیم و دیگه قسمت هم PC شماره 2 باشه. وقتی PC 1 می خواهد با PC 2 ارتباط برقرار کنم، پس دیگه دیتای از اینا در عین زون فلو می داشته باشه، در عین زون انتقال میکنه دیتایشان. دیتایی که در عین زون انتقال میکنه، برای این ما شما پالیسی انترازون را بای دیفالت در فایروال های پالالتو داریم. یعنی بای دیفالت دو دیوایسی که در عین زون باشه به اینا اجازه داده میشه که
با یکی دیگهشان ارتباط برقرار بکنه یا تماس داشته باشن. و یک پالیسی دیفالت دیگه که در فایروال های پالو آلتو شما می داشته باشیم به نام انتر زون یاد میشه. انتر زون بین دو زون هست، مثلا پی سی یک اگر خواسته باشه با سرور شما را یک تماس برقرار بکنه، دیگه از زون انسایت قرار از دیتا به زون دی ام زی انتقال پیدا کنه، یا از دی ام زی به انسایت انتقال پیدا کنه، یا معمولا اگر یک یوزر میخواد به اینترنت دسترسی داشته باشه از انسایت به اوتساید یا از اوتساید به انسایت قرار هست دیتا اکسچنج شه. پس در همچه حالت پالیسی انتر زون ما شما می داشته باشیم که بای دیفالت فایروال های پالو آلتو ارتباط بین دو دیوایس را که در دو زون متفاوت قرار داشته باشه اجازه نمیده. یعنی پی سی یک بای دیفالت نمیتونه سرور یک اس 1 را اکسس بکنه، یا اس 1 پی سی یک را. پی سی یک نمیتونه که مثلا در اینترنت به یک سرور ها دسترسی داشته باشه و از اینترنت به پی سی یک اجازه داده نمیشه که دیتا اکسچنج شه. پس انترازون سکیوریتی پالیسی را داریم که اجازه میده ترافیک بین عین زون بین دو دیوایس انتقال پیدا کنه در عین زون، و دیگه انتر زون را داریم که ترافیک بین دو دیوایس در دو زون متفاوت را اجازه نمیده که ترافیک بینشان اکسچنج شود. و نکته مهم دیگه را که ما شما می داشته باشیم این هست که هر زون ما شما فقط و فقط یا هر فیزیکال انترفیس ما شما فقط و فقط می تانه که مربوط به یک لاجیکال مربوط به یک زون شود. مثلا اگر نمی تصویر قبلی ما شما ببینیم، دیگه ما شما انترفیس فایروال نمی داشته باشین که مربوط به زون انساید است. یعنی همین انترفیس را که ما شما داریم، مثلا فرض بکنیم این گیگ 0/1 باشه، همین انترفیس ما شما فقط فقط میتونه که در یک زون باشه، مثلا میتونه فقط در زون انساید باشه، و یک انترفیس نمیتونه که عضو چندین زون باشه. یعنی یک فیزیکال انترفیس یا یک لاجیکال انترفیس ما شما فقط فقط میتونه که عضو یک زون باشه. و دیگه ای که معمولا یک زون ما شما میتونه که یک فیزیکال انترفیس داشته باشه، یا میتونه چندین فیزیکال انترفیس داشته باشه، یا میتونه یک فیزیکال انترفیس همراه یک لاجیکال انترفیس، یا یک فیزیکال انترفیس با چند لاجیکال انترفیس داشته باشه. خلاصه ای است که یک زون میتونه چندین انترفیس داشته باشه، ولی یک انترفیس فقط فقط میتونه که عضو یک زون باشه. و دیگه ای که به هر زون وقتی ما شما نام میتیم، این نام ها معمولا که سنسیتیو هست، به این معنی که اگر نام را تمام شما حروف بزرگ استفاده میکنین، در وقتی که در جای دیگه قرار است از او اموزمون ما شما استفاده بکنیم، باید دقیقاً کدام نام را که مشخص کردیم همون نام را دوباره ما شما به شکل کیس سنسیتیو تایپ بکنیم. این چند نکته بود در مورد انترفیس ها و زون ها. و هر انترفیس ما شما که در داخل فایروال باشه، او انترفیس از خود یک نام مشخص می داشته باشه. مثلا اگر فایروال ما شما سینگل سلات باشه، سینگل سلات به این معنی که در جعبه‌اش فقط یک مادربرد وجود داشته باشه، در این حالت باز ما شما مثلا به انترفیس به این شکل نام می دیم. فرض که اولین انترفیس باشه میگیم ایدرنت 1/1، یا اگر فاست ایدرنت باشه فاست ایدرنت 1/1، یا اگر گیگابیت باشه گیگابیت ایدرنت 1/1، و این ترتیب انترفیس دومی 1/2 تا به 10 انترفیس اگر باشه 1/3 1/4 تا به 1/10. و همچنان ما شما میتونیم که در یک فیزیکال انترفیس چندین لاجیکال انترفیس داشته باشیم. لاجیکال انترفیس ها معمولا توسط یک دات و بعد از یک عدد مشخص میشه. مثلا اگر در انترفیس 1/12 ما شما مثلا اگر 3 سب انترفیس داشته باشیم، میگیم که 12 1 ایدرنت 1/12.1 ایدرنت 1/12.2 مثلا ایدرنت 1/12.3 با معذرت، یعنی باید در قسمت 2 باشه. پس به این شکل ما شما میتونیم که لاجیکال انترفیس ها را در یک فیزیکال انترفیس ها ما شما در نظر بگیریم. و در صورتی که فایروال ما شما مالتی سلات باشه، یعنی چندین مادربرد یا چندین شاسی در داخلش ما شما داشته باشیم، پس در صورت شاسی اول ما شما معمولا اینترنت 1/1 هست، دوم ما شما اینترنت 2/1 هست، یعنی اولین پورتش، سومی مثلا 3/1 هست. مثلا اگر در سلات در شاسی سومی ما شما اینترفیس 12 مراجعه بکنیم، اینترنت 3/12 می باشه، و این ترتیب تا پایین تر ما شما در نظر میگیریم. پس هم نیمینگ کنونشن هست، یا در حقیقت امو نکاتی که در هنگام نامگذاری پورت ها ما شما از او استفاده میکنیم و پورت ها رو ما شما مشخص میسازه. یک از نکات مهم دیگه استفاده ورچوال راوتر ها در یک فیزیکال فایروال هست، یا در یک فایروالی که ما شما در دسترس می داشته باشیم. بای دیفالت یک فیزیکال فایروال ما شما که هست، یا یک فایروال که حتی ما شما در داخل وی ام ام داشته باشیم، او بای دیفالت یک راوتینگ تیبل می داشته باشه و تمام زون ها و تمام اینترفیس ها معمولا در یک راوتینگ تیبل انوالو می باشه که به نام دیفالت
ورچوال راوتر یاد میکنه. ولی این اختیار در دست ما شما هست که ما شما بتانیم یک فیزیکال فایروال یا یک فایروال که در داخل وی ام داریم، ما شما راوتینگ تیبل از اون به چندین بخش تقسیم بندی بکنیم، یا در داخل یک فیزیکال فایروال ما شما چندین راوتر را ایجاد بکنیم که به این حالت ما شما میتونیم ورچوال راوتر بگیم. در سیسکو مثلا یک فیچر داریم به نام ورچوال راوتینگ فوروردینگ یا وی آر اف که ما شما اجازه میده که یک فیزیکال راوتر سیسکو را ما شما به چندین لاجیکال یا ورچوال راوترها تقسیم بندی بکنیم. در این ترتیب ما شما در فایروال های پالالتو هم میتونیم که یک فایروال که ما شما در اختیار داشته باشیم او را به چندین ورچوال راوترها تقسیم بندی بکنیم که به نام وی راوتر یا ورچوال راوتر هم دیجا یاد میکنه. بای دیفالت ما شما فقط یک ورچوال راوتر داریم که به نام دیفالت هست، ولی ما شما در صورتی خواسته باشیم میتونیم هر چند ورچوال فایروال خواسته باشیم ما شما میتونیم ایجاد بکنیم. هر ورچوال فایروال که ما شما ایجاد میکنیم میتونیم یک تعداد اینترفیس ها را مربوطش بسازیم. مثلا اگر ما شما یک ورچوال فایروال داشته باشیم به نام وی آر 1 و یک ورچوال فایروال دیگه داشته باشیم مثلا به نام وی آر 2، در وی آر 1 مثلا ما شما اینترفیس دی ام زی و اینترفیس انسایدر داشته باشیم، مثلا در وی آر 1 ما شما ای 1/1 را داشته باشیم همراه ای 1/2، و در مثلا در VR2 مثلا ما شما میگیم که انترفیس ای 1/3 را داشته باشیم. پس وقتی ما شما میگیم دیگه ما شما دو تا راوتینگ تیبل داریم که یکی مربوط VR1 میشه و دیگه مربوط VR2. در راوتینگ تیبل VR1 انتری به خاطر ای 1/1 و ای 1/2 وجود داره، و در VR2 هم ما شما ای مثلا 1/3 را می داشته باشیم که باز ما شما در مورد کانفیگریشن ورچوال راوترها و به صورت توسعه یافته ما شما باز در درس های بعدی روی از اینا صحبت میکنیم. پس فعلا همه قبل فهمین که ورچوال راوتر به ما شما اجازه میده که ما شما یک راوتینگ تیبل که در داخل فایروال پارالتو قرار داره او را میتونیم توسط از این و چندین راوتینگ تیبل تقسیم بندی بکنیم، قسم که هر راوتینگ تیبل ما شما مربوط به یک ورچوال راوتر جداگانه میشه. دیگه ما شما انواع اینترفیس های متفاوت را میتونیم در داخل فایروال های پالالتو داشته باشیم. اولین نوع اینترفیس ما شما را به نام لیر 2 اینترفیس یاد میکنن، یعنی ما شما میتونیم که امو اینترفیسی که در داخل یک فایروال پالالتو هست و اینترفیس را ما شما یک لیر 2 اینترفیس کنفیگر بکنیم. مثلا اگر اینترفیس 1/1 را ما شما در یک فایروال لیر 2 در نظر میگیریم و با این ترتیب ایدرنت 1/2 را یا 1/5 فرض بکنین ما شما لیر 2 در نظر گرفتیم، این پورت های ما شما به شکل سویچ پورت کار میکنه، به این معنی که به اینا ما شما آی پی آدرس اساین کرده نمیتونیم و اینا فانکشنالیتی پورت های یک سویچ هم داشته باشه و نظر به مک آدرس تصمیم میگیره و کار میکنه، دقیقاً مثل یک سویچ کار میکنه. دیگه آپشن که ما شما در داخل فایروال های پالالتو داریم آپشن لیر 3 اینترفیس هست. هدف از لیر 3 اینترفیس همون اینترفیسی هست که ما شما بر از او آی پی آدرس داده میتونیم و توسط از این اینترفیس ما شما میتونیم راوتینگ را انجام بدیم. مثلا اگر دو اینترفیس فایروال پالالتو لیر 3 باشه ما شما میتونیم به هر کدومش آی پی آدرس بدیم، هر کدومش یک نتورک جداگانه می باشه و بین از اینا ما شما میتونیم که راوتینگ هم انجام بدیم. دیگه ویلن اینترفیس ها را می داشته باشیم که ویلن اینترفیس های ما شما هم آی پی آدرس گرفته میتونن و توسط از این ما شما میتونیم که انتر ویلن را انجام بدیم. مثلا فرض بکنین یک اینترفیس ما شما در ویلن 10 باشه دیگه اینترفیس در ویلن 20، ما شما میتونیم ویلن 10 را با 20 کنکت بکنیم. و دیگه تانل اینترفیس ها را می داشته باشیم که بخاطر وی پی ان ما شما میتونیم استفاده بکنیم، مثلا سایت تو سایت وی پی ان وقتی کنفیگر میکنیم. و دیگه لوپ بک اینترفیس ها را می داشته باشیم که معمولا اینترفیس های ما شما اینترفیس های لاجیکال هست که فیزیکالی در فایروال وجود نمی داشته باشه، ولی ما شما به اونها هم آی پی آدرس اساین کرده میتونیم. این چند آپشنی که هست، 4 آپشن که ما شما داریم، لیر 3 اینترفیس، ویلن اینترفیس، تانل اینترفیس و لوپ بک اینترفیس، به هر 4 از اینا ما شما میتونیم که آی پی آدرس اساین بکنیم، ولی به لیر 2 اینترفیس آی پی آدرس ما شما اساین کرده نمی تانیم. دیگه دو نوع اینترفیس را که داریم، یکی تپ اینترفیس است که از این به خاطر پورت میررینگ یا اسپن سرچ پورت انالایزینگ ما شما میتونیم استفاده بکنیم. مثلا اگر یک پورت را ما شما به حالت تپ پورت میمونیم، به این معنی ترافیکی که در پورت میایم میتونیم ما شما رو به یک دیوایس دیگه فوروارد بکنیم و دو دیوایس انالایزش انجام بدیم. و ورچوال وایر اینترفیس یا وی وایر اینترفیس ها را هم وقتی ما شما استفاده میکنیم، مثلا فرض بکنیم ما شما میخواهیم که بین دو راوتر یا بین دو دیوایس میخواهیم فایروال پالالتو را قرار بدیم و ترافیکی که بین از اینا اکسچنج میشه بین دو دیوایس او را ما شما بالایش پالیسی وضع بکنیم. در اون صورت ما شما میتونیم که هر دوی اینترفیس را به شکل وی وایر کنفیگر بکنیم. وقتی ما شما وی وایر کنفیگر میکنیم به اینترفیس ها ما شما ای پی آدرس نمیدیم، فقط اینجا فایروال پالالتو ما شما مثل یک کیبل کار میکنه، ولی فرقش این است که باز ما شما میتونیم بالای فلو یا انتقال دیتایی که بین دو دیوایس صورت میگیره را ما شما بالایش پالیسی وضع بکنیم.
و دیگه در صورت که خواسته باشیم ما شما ریدندنسی را در فایروال های پالو آلتو تطبیق بکنیم به خاطر های اویلیبیلیتی، مثلا ما شما در یک نتورک به جای یک فایروال پالو آلتو فرض بکنیم دو فایروال پالو آلتو میمانیم، دیگه میتونیم به خاطر که دو فایروال پالو آلتو بین یکی دیگه در مورد یکی دیگهشان معلومات اکسچنج بکنن، در مورد کانفیگریشن ها، در مورد استاتس و در مورد دیتا فلو ها، میتونیم ما شما بین دو فایروال پالو آلتو دو کیبل مشخص را بانیم که اینا بین یکی دیگه خود دیتا اکسچنج بکنن که ایرا برای های اویلیبیلیتی اینترفیسز میگه که باز ان شاء الله در سای بعدی ما شما رو اینا هم صحبت میکنیم. و دیگه ما شما منیجمنت اینترفیس را داریم که اینترفیس لیر 3 هست، میتونیم ما شما برای آی پی آدرس بدیم، ما شما در سای قبلی همی را دیدیم، واسه طریق از این ما شما معمولا منیجمنت فایروال پالو آلتو را انجام میدیم. پس این آپشن هایی است که به خاطر اینترفیس ها ما شما در داخل فایروال پالو آلتو دارین و انواع اینترفیس های ما شما هم به شکل می باشن. و وقتی ما شما زون ها را ایجاد میکنیم میتونیم ما شما یک لیر 3 زون ایجاد بکنیم، زونی که آی پی آدرس داره و معمولا او اینترفیس های در زون قرار می داشته باشه که اونها هم آی پی آدرس میگیره، مثل لیر 3 اینترفیس، ویل اینترفیس، لوپ بک و تانل. لیر 2 را می داشته باشیم معمولا لیر 2 اینترفیسز در داخل از این می باشه و این به شکل یک سویچ کار میکنه. و تانل زون را می داشته باشیم، در تانل زون ما شما هیچ نوع اینترفیس را نداریم ولی از این به خاطر وی پی ان معمولا استفاده میشه. وی وایر زون را داریم به خاطر وی وایر اینترفیس استفاده میشه و تاپ زون که به خاطر تاپ اینترفیس استفاده میشن. و آخرین نکته همی است که منیجمنت اینترفیس و های اویلیبیلیتی اینترفیسز که است اینا مربوط هیچ نوع زون شده نمیتونین، ما شما اینا در کدام زون خاص کانفیگر نمیکنیم، یک اکسپشن هست بر اولی که در می درس ما شما خواندیم. پس در این درس ما شما رو صحبت کردیم که هدف از زون چی هست، هدف از اینترفیس چی هست، کدام نوع اینترفیس ها و زون ها را ما شما میتونیم داشته باشیم. در درس بعدی ما شما این توپولوژی رو که شما در این تصویر میبینین میریم ما شما رو در داخل جینستری ایجاد میکنیم و کانفیگریشن های ای که چطور زون ها رو ایجاد بکنیم، چطور با اینترفیس های پی آدرس بتیم، چطور اینترفیس ها رو ما شما نوش مشخص بکنیم. در درس بعدی دانه بدانه روی موضوعات صحبت میکنیم. امید است درس برتان مفید واقع شده باشه. تا درس های بعد، الله.